مأموریت دانشگاه های ولایت خودمختار شینجان اویغور چین با دانشجویان خارجی از جمله دانشجویان تاجیک هشدار دادند که در صورت پیدا کردن ادبیات مذهبی و یا جای نماز از خوابگاهشان آنها بدون گفتگو از دانشگاه و قلمرو کشور اخراج می شوند. دولتبک احمدوف یک دانشجوی تاجیک که در دانشگاه زبان های شهر ارومچی می خواند روز 25 سپتامبر در صحبت با رادیو آزاده گفت که سال نو تحصیل در دانشگاه با یک جلسه ویژه مأموریت شروع شد. دانشجوی تاجیک گفت صدارت دانشگاه با صراحت تاکید کرد که در صورت یافت شدن جاینماز در اتاق خوابگاه، ادبیات دینی و یا به درس حاضر نشدن در روزهای جمعه، آنها امکان تحصیل اقامت در چین را از دست می دهند. احمدوف گفت مأموریت دانشگاه در برابر این طلبات اینچنین تاکید کرد که دانشجویان خارجی در چین حق کار کردن ندارند و در صورت آشکار شدن فعالیت پنهانی دانشجو در یگان شرکت این دانشجو از کشور رانده می شود. هم صحبت ما گفت بسیاری دانشجویان تاجیک در چین بعد از کمی بلد شدن با زبان چینی با جستجوی کار می پردازند و عمدتاً برای تاجران تاجیک که به چین برای خرید مال می روند ترجمانی می کنند. نگرانی چین از وجود دانشجویان مذهبی در حال است که برخی از شهروندان آسیای مرکزی بعد خارج شدن از کشورهایشان با هدف کار و تحصیل در محدوده زبانی و فرهنگی قرار میگیرند و تکیه به مشترکات مذهبی میکنند. سر از سال 2014 هزارها شهروند آسیای مرکزی در مسجدهای روسیه تندرو شدند و راهی جنگهای خاوری میانه را پیش گرفتند. چندی از تاجران تاجیک که سر چند وقت برای وارد کردن مال به ارومچی سفر میکنند میگویند قسمتی از تاجیکان که در این شهر مشغول کار و زندگی بودند از چین اخراج شدند. در سفارت چین در دوشنبه در مورد تعداد دپورت شده ها و سبب اخراج شهروندان تاجیکستان از چین اطلاع ندادند، اما کارشناسان میگویند چین از حرکت های جدایی طلبانه برخی از گروه های مذهبی در ولایت خودمختار شینجان نگران است و از این رو به هر گونه گرویش جوانان به سوی مذهب تندگرایی حساسیت نشان میدهد.